عدنا، مسائل بنیادین نگرش اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوتا جمله رو در نظر بگیرید. عدد 8 زوج است، گل سفید است. این دوتا جمله یه فرق واضحی دارن. میشه عدد 8 زوج نباشه؟ نمیشه. ولی میشه گل سفید نباشه. گلهایی داریم که رنگهای دیگری دارن، صورتی، قرمز، زرد، بنفش. گلها رنگهاشون متنوع. پس عدد 8 نمیشه زوج نباشه، ولی گل میشه سفید نباشه. اینو به زبان فلسفی اینطوری میگیم: زوج بودن برای عدد 8 ضروریه، اما سفید بودن برای گل ضروری نیست. ضرورت و عدم ضرورت دو تا مفهومیه که بعداً بیشتر باش کار داره. خب این ویژگی مخصوص زوج بودن و سفید بودن نیست. هر ویژگی دیگری رو که با چیزی در نظر میگیریم، یا براش ضروریه یا براش ضروری نیست. بذارید مثال بزنیم. طوفان در یک شرایطی که همه اسباب و لوازمش فراهمه حتما به وجود میاد، اینطور نیست؟ مثلا وقتی که اختلاف دمای لایه‌های هوا بسیار بسیار زیاد باشه، یک دفعه طوفان اتفاق میفته. در این شرایط طوفان حتما به وجود میاد، ضرورتا به وجود میاد. وجود برای طوفان در این شرایط ضروریه. در این شرایط نمیشه طوفان محقق نشه. اگر اون شرایط نباشه، وقتی هوا کاملا آرامه، طوفان ضرورتا به وجود نمیاد. نمیشه طوفان محقق بشه. عدم طوفان ضروری. ما پس میتونیم وجود و عدم رو هم با اشیاء در نظر بگیریم. اینجا وجود و عدم مثل زوج بودن و سفید بودن میمونن. ممکنه وجود برای یه چیزی ضرورت داشته باشه، ممکنه عدم برای یه چیزی ضرورت داشته باشه. از اینجا میخوایم یه اصطلاحی بگذاریم که بعداً راحت تر صحبت کنیم. از این به بعد به ضرورت وجود میگیم وجوب. پس اگر چیزی ضرورت وجود داشته باشه واجبه. به ضرورت عدم هم میگیم امتناع. پس اگر چیزی ضرورت عدم داشته باشه ممتنعه. وقتی میگیم یه چیزی ممتنعه یعنی نمیشه باشه. وقتی میگیم واجبه یعنی نمیشه نباشه. بعضی از شکلهای هندسی زاویه دارن: مثلث، مربع، پنج ضلعی. مثلث 3 تا گوشه داره، مربع 4 گوشه، پنج ضلعی 5 تا گوشه داره. به این گوشه ها میگیم زاویه. میشه یه دایره در نظر بگیریم که اونم زاویه داشته باشه. این مفهوم رو در نظر بگیرید: دایره زاویه دار. میشه به وجود بیاد؟ پس عدم براش ضروریه. طبق اصطلاحاتی که گفتیم، دایره زاویه دار ممتنعه. ممتنع یعنی چیزی که عدم براش ضرورت داره، یعنی چیزی که نمیشه باشه. قبلا یه مثال دیگه هم برای ممتنع میزدیم: طوفان در شرایطی که اسباب و لوازمش فراهم نیست. در اون شرایط طوفان نمیتونه به وجود بیاد، پس عدم براش ضرورت داره، پس طوفان هم ممتنع. حالا این دوتا جمله رو در نظر بگیرید: طوفان ممتنعه در شرایطی که اسباب و لوازمش فراهم نیست، دایره زاویه دار هم ممتنعه. این دوتا هم یه تفاوتی دارن، با اینکه هر دوشون ممتنعن،
اما اولی به خاطر یه شرایطی ممتنعه، اما دومی هیچ شرطی نداره، خودش ممتنعه. چیزی که خودش ممتنعه میگیم ممتنعه به ذات، و چیزی که به خاطر یه شرایط دیگری ممتنعه میگیم ممتنعه بالغیر. پس دو جور ممتنع داریم، ممتنع به ذات مثل دایره زاویه دار، ممتنع بالغیر مثل طوفانی که شرایط تحققش فراهم نیست. شبیه این رو در مورد واجب هم میتونیم بگیم. واجب چیزی بود که وجودش ضروریه. اگر چیزی که وجودش ضروریه خود به خود ضرورت وجود داشته باشه بهش میگیم واجب به ذات، و اگر به خاطر شرایطی ضرورت وجود پیدا کرده میگیم واجب بالغیر. واجب بالغیر مثل طوفانی که همه شرایط تحققش فراهم هست، به خاطر اون شرایط ضرورت وجود پیدا کرده. اما آیا واجب به ذات هم داریم؟ آیا چیزی داریم که خود به خود ضرورت وجود داشته باشه، نه به خاطر چیزهای دیگه؟ در بحث‌های خودشناسی می‌خوایم ثابت کنیم که اینطور چیزی هم داریم و البته یکی هم بیشتر نداریم، ولی فعلا با مفهومش کار داریم. پس واجب به ذات یعنی چیزی که خود به خود ضرورت وجود داره، نه به خاطر چیزهای دیگه، و واجب بالغیر یعنی خود به خود ضرورت وجود نداره، به خاطر چیزهای دیگر ضرورت وجود داره. اگر چیزی ضرورت وجود نداشته باشه و ضرورت عدم هم نداشته باشه، این چیز رو بهش میگیم ممکن. ممکن پس یعنی چیزی که نه ضرورت وجود داره و نه ضرورت عدم. چیزی که خود به خود هیچ کدوم از این ضرورت‌ها رو نداشته باشه میشه ممکنه به ذات. مثلا طوفانی که مثال می‌زدیم، اگر همه شرایط تحققش فراهم باشه واجب بالغیره، یعنی به خاطر اون شرایط ضرورت وجود داره، و اگر شرایط تحققش فراهم نباشه ممتنع بالغیره، یعنی به خاطر اون شرایط خاص ضرورت عدم داره. اما خود طوفان چطور؟ صرف نظر از اینکه شرایط تحققش فراهم هست یا نه، نه ضرورت وجود داره و نه ضرورت عدم. پس ممکنه به ذات. برای ممکنه به ذات مثال‌های زیادی وجود داره. طوفان رو مثال می‌زدیم. در یه شرایطی طوفان به وجود میاد، در شرایط دیگه ممکنه طوفان تحقق پیدا نکنه. پس نه ضرورت وجود داره و نه ضرورت عدم. چیزهایی که دور و بر خودمون می‌بینیم همشون همینطورن. میتونن باشن، میتونستن نباشن. بنابراین همه اینها ممکنه به ذات هستند. آیا چیزی که ممکنه به ذاته میتونه واجب به ذات هم باشه؟ واجب به ذات یعنی ضرورت داره وجودش. ممکنه به ذات یعنی ضرورت نداره وجودش. پس نمیشه چیزی هم ممکنه به ذات باشه و هم واجب به ذات. میشه چیزی ممکنه به ذات باشه و ممتنع به ذات؟ اونم نمیشه. ممتنع به ذات یعنی ضرورت عدم داره، ممکنه به ذات یعنی ضرورت عدم هم نداره. پس ممکنه به ذات با واجب به ذات و ممتنع به ذات ناسازگاره. اگر ممکنه به ذاته دیگه واجب به ذات یا ممتنع به ذات نیست. اما میشه چیزی ممکنه به ذات باشه و در این حال واجب بالغیر باشه؟ واجب بالغیر یعنی به خاطر یه شرایط دیگه ضرورت پیدا کرده. ممکنه به ذات یعنی خودش ضرورت وجود نداره.
قابل تصوره. مثل مثال طوفانی که میگفتیم، طوفان خودش ضرورت وجود نداره، اما وقتی شرایط تحققش هست به خاطر اون شرایط ضرورت وجود هم داره. پس خود به خود ضرورت وجود نداره، ولی میتونه به خاطر یه شرایط دیگری ضرورت وجود داشته باشه. پس ممکنه به ذات با واجب بالغیر سازگاره. آیا میشه چیزی که ممکنه به ذاته ممتنع بالغیر هم باشه؟ ممکنه به ذات خود به خود ضرورت عدم نداره، ولی ممتنع بالغیر به خاطر یه شرایط دیگه ضرورت عدم داره. مثل طوفانی که مثال میزدیم، خود به خود طوفان ضرورت عدم نداره، میشه وجود داشته باشه، اما وقتی شرایط تحققش نیست نمیتونه وجود داشته باشه، اونم به خاطر اون شرایط. پس چیزی که خود به خود ضرورت عدم نداره میتونه به خاطر چیزهای دیگری ضرورت عدم داشته باشه. پس میشه چیزی که ممکنه به ذاته ممتنع بالغیر باشه. پس ممکنه به ذات با ممتنع بالغیر هم سازگاره. هر چیز یکی از این ستاست، یا واجب به ذات، یا ممتنع به ذات، و یا ممکن به ذات. سوال: آیا چیزی که وجود داره میتونه ممتنع به ذات باشه؟ قطعا نه. ممتنع به ذات چیزیه که نمیتونه وجود داشته باشه، پس چیزی که وجود داره قطعا ممتنع به ذات نیست. پس چیزهایی که وجود دارن فقط میتونن یکی از این دو صورت باشن، یا واجب به ذات و یا ممکن به ذات. ما با این تقسیم بعداً کار داریم. هر موجودی یا واجب به ذاته و یا ممکن به ذات. یکی از اصول اساسی مورد نیاز برای مباحث خداشناسی اصل علیت است. تبیین این اصل نیازمند توضیح برخی مفاهیم است. به چیزی که وجودش ضروری باشد واجب و به چیزی که عدمش ضروری باشد ممتنع میگویند. پس وجوب یعنی ضرورت وجود و امتناع یعنی ضرورت عدم. به ممتنعی که وابسته به شرایط خاص باشد ممتنع به غیر، و به واجبی که وابسته به شرایط خاص باشد واجب بالغیر میگویند. اموری که امتناع یا وجوبشان به شرایط خاص وابسته نیست به ترتیب ممتنع به ذات و واجب به ذات نامیده میشود. ممتنع به ذات برخلاف ممتنع بالغیر به هیچ وجه موجود نمی شود و واجب به ذات برخلاف واجب بالغیر به هیچ وجه معدوم نمی شود. امکان یعنی ضروری نبودن وجود و عدم، و ممکن به ذات چیزی است که با صرف نظر از شرایط خاص نه واجب باشد و نه ممتنع، چون ممتنع در هر صورت نمی تواند وجود داشته باشد. پس هر چه وجود دارد یا واجب به ذات است یا ممکن به ذات. از اونجایی که می دانیم هر چیزی که در شرایط خاص واجب باشد در آن شرایط واجب بالغیر است، و چیزی که در شرایط خاص ممتنع باشد در آن شرایط ممتنع بالغیر است. پس ممکن به ذات هم می تواند واجب بالغیر باشد و هم می تواند ممتنع بالغیر باشد. به عبارت دیگر، امکان به ذات با وجوب بالغیر و امتناع بالغیر سازگار است. پرواز کن که تفکر تو بال پرواز توست.